تو روزهای اخیر باندهای درون رژیم برای بازارگرمی اسامی لیست‌ها و کاندیداهاشون رو تو میون سکوت و بی‌اعتنایی مردم به نمایش انتخابات دارن معرفی میکنن. این باندهای رژیم تو آستانه نمایش انتخابات در چه وضعی قرار دارن؟ اساساً اهمیت این انتخابات برای رژیم چیه و چرا شعار مردم تحریم نمایش انتخاباته؟ همراه میشیم با آقای عباس صنوبری در استودیو. آقای صنوبری، به شما سلام و خوش آمد میگم. خیلی ممنون که همراه ما هستین. ابتدا میخواستم ارزیابیتون رو بشنویم از وضعیت باندهای درون رژیم در رابطه با این نمایش انتخابات. منم سلام میکنم خدمت شما و خدمت همه هموطنان. برای به دست آوردن تصویری از وضعیت فعلی باندهای درون رژیم فکر میکنم که از یک کمی قبلتر باید شروع کرد. شاید برخی یادشون باشه که خامنه ای بعد از قیام سال 98 به اصطلاح اصلاح طلبا و همچنین اصولگراهای سنتی رو که یکی از شاخصاشون لاریجانی بود رو کنار گذاشت. اصلاح طلبای قلابی در قیام 1401 از همون اول فعال شدن و ریشه های بحران رو سیاسی و مخصوصاً در یه دست کردن نظام تحلیل کردن. راه حل رو هم در چارچوب حفظ نظام در مقابل براندازی با پیشنهاداتی به خامنه ای از قبیل رفراندوم و دولت نجات ملی و تغییر قانون اساسی و این حرفا مطرح کردن. و اگه بخوایم خلاصه کنیم، به اصطلاح مبارزه غیر خشونت آمیز رو تبلیغ میکردن. اما با برملا شدن کامل بازی و فریب راه حل صندوق در قیام 1401، جبهه اصلاحاتی ها که شامل 31 گروه و 15 شخصیتن جنبندی شد از انتخابات قبلی مجلس و ریاست جمهوری سال 1400 که رئیسی رو به کرسی نشون، اینه که هوادارای اونا دیگه پای صندوق رای نمیان. برای همینم بهزاد نووی که سر اینا بود در اسفند پارسال مجبور شد استعفا بده و اونا دو ماه بعد آذر منصوری رو که مشاور خاتمی و همچنین دبیرکل به اصطلاح حزب اتحاد ملی و یعنی همون مشارکتی های سابق بود به دبیرکلی جبهه اصلاحات منصوب کردن. آذر منصوری بدون اعلام تحریم انتخابات گفته جبهه اصلاحات توصیه‌ای برای کاندیداتوری نمی‌کنه و از 3 نفرم که از به اصطلاح حزبش نام نویسی کرده بودنم ناچار کردن که از حزبش استعفا بدن. به اصطلاح اعتدالیونم با محوریت روحانی در انتخاب در این به اصطلاح انتخابات کاندید شدن. روحانی کاندید خبرگان و نوبخت هم که از این بانده برای مجلس کاندید شده. در مورد اصولگراها، اینا از قبل مثلا دو جناح بودن: جناح امنیتی نظامی به سرکردگی حداد عادل و اصولگراهای سنتی که خب شامل جامعتینه، منظور جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسینه. شاخصاشون هم لاریجانی و ناطق نوری و با هنر، خلاصه این قبیش، این قماش آدم ها بودن. خامنه ای با اعلام به اصطلاح انقلاب دوم سال 97 و تصمیمش برای حاکمیت انقباضی، رهبری این به اصطلاح اصولگراها رو از جامعتین گرفت، داد به اصطلاح شورای ائتلاف نیروهای انقلاب یا اون چی که بهش میگن شانا، که البته خب راست سنتی هم با عنوان شورای وحدت در کنار شانا وارد همین انتخابات شده و در کنار رئیسی قرار گرفته. و خلاصه این یک مجملی از وضعیت جناح‌های رژیم از این شعبده‌ای به نام انتخابات، از اصلاح طلبا تا به اصطلاح اصولگراها. بله، حالا با آقای صنوبری، ما تاکید بسیار زیادی رو ببینیم از سران رژیم و حتی از خود خامنه‌ای که تاکید می‌کنه که تو این انتخابات
همه شرکت کنن و تاکید زیاد روی میکنن. خواستم بپرسم که این انتخابات فکر میکنید چه اهمیتی داره که اینا خلاصه اینطور تاکید میکنن و چه مشکلی رو اینا میخوان حل بکنن؟ به حال یک انتخاباتی و مردم باید بیان وضعیت مشخص باشه. ببینید اگه به حرفای سردمدارای رژیم در طول این چند ماه نگاه کنیم، از اونا میشه میزان اهمیت این نمایش انتخاباتی رو برای خامنه ای فهمید. از خود خامنه ای که چند وقت پیش عدم شرکت در انتخابات رو مخالفت با اسلام خوند، تا یکی از آخوندهای امام جمعه که با دروغ بستن به امام زمان گفته بود که امام دوازدهم شیعیان منتظر ظهور مردم پای صندوقه، یا یه نماینده خامنه ای از اصفهان که گفته بود برای رضای خداوند متعال و حمایت از وطن اسلام و رهبر معظم و اعتقادات پای صندوق رأی حاضر بشن. همچنین یه نکته رو باید بگم که همه میدونیم که در این نمایش انتخاباتی به رغم اینکه دو موضوع مطرحه، هم مجلس و هم خبرگان، اما موضوع اصلی خبرگانه، چون که مجلس در دستگاه ولی فقیه اصلا محلی از اعراب نداره. چون به رغم اینکه وحوشی که تو این مجلس وارد میشن همه با شاغول اعتقاد قلبی و التزام عملی به ولایت فقیه از هفت صافی کنترلی و امنیتی گذشتن و طی سالها هم با شرکت در جنایت‌ها و خیانت‌ها امتحان خودشون رو پس دادن، اما نقش واقعی تصمیم‌گیری یا تصمیم‌سازی ندارن. و اخیراً هم تو اسنادی که کانال قیام و سرنگونی افشا کردن روشن شده که تصمیم‌های کلان و اساسی با نامه از بیت خامنه‌ای و به صورت حکم حکومتی به مجلس دست نشانده یا صرفاً به رئیسش ابلاغ میشه. بنابراین مسئله اصلی تو این نمایش خبرگانه. اهمیت خبرگانه برای اینه که خامنه ای باهاش میخواد تضاد جانشینی خودش رو حل کنه. از اولم به همین خاطر بود که دست به حذف و تصفیه گسترده زد و حتی روحانی رو حذف کرد و یا رئیسی رو در جایی ثبت نام کرد که 100% بله انتخاب بشه و یا حدود 20 نفر از عناصر اصلی خبرگان رو وادار کرد که با بهانه کهولت سن وارد خبرگان نشن. خلاصه این که خامنه ای میخواد یه خبرگانی سرهم کنه که بیشکاف حرف اونو اجرا کنه، و همونطور که الان آقای گودرزی مهمون قبلی شما تو برنامه گفتن، حرفای آخوند موسوی جزائری در مورد جانشین ولی فقیه خیلی قابل توجهه. بله آقای سنبری، حالا من خواستم اگه موافق باشین خیلی کوتاه تصاویر رو ببینیم. قبل پیش از اون بگم که ما روزانه در اعتراضات مردم تو شعارهاشون از بازنشستگان گرفته تا اقشار مختلف میشنویم که این رو میگن که دیگه ما دیگه رأی نمیدیم. تصاویرم تو محیط‌های اجتماعی بسیار تو این رابطه منتشر میشه. از طرفی هم حتی در تلویزیون رژیم هم برخی مخالفت‌ها دیده میشه از سوی مردم. اگه موافق باشین خیلی کوتاه تصاویر رو ببینیم و بعد با شما بیشتر به این موضوع بپردازیم. بله خواهش می‌کنم. در مورد انتخابات من تصور می‌کنم که انتخابات در واقع یک کار جمعیه، یعنی رأی دادن فردی حالا بر اساس تفکراتم وقتی که جمعی همراهش نباشه تأثیر نداره. من اخیراً یک مقاله‌ای رو می‌خوندم درباره آمار مهاجرت در ایران که وضعیت بسیار تکان‌دهنده‌ای داشت. ایران در وضعیت مهاجرت در رتبه هفتم قرار داره، یعنی بعد از سه کشور پرجمعیت جهان و بعد از سه کشور جنگ زده. یعنی ایران داره از نظر آمار مهاجرت رقابت می‌کنه با کشورهای جنگ زده. این وضعیت شاید در وهله اول عجیب باشه، اما واقعیت رو که نگاه میکنیم خصوصا در چند سال اخیر خیلی چیز عجیبی نیست. من فکر میکنم رابطه دولت ملت هم در طول سالهای اخیر رابطه جنگی شده. شما به اعتراضات اخیر نگاه بکنید،
می‌بینید رابطه منظورتون از اعتراض و تأخیر چیه؟ اعتراضاتی که با کشته شدن مهسا امینی آغاز شد در پاییز سال 1401 و بعد معترضانی اومدن و مطالبهشون این بود که تن به حجاب تحمیلی حکومت ندن. این اعتراضات ببینید یعنی رابطه ملت با دولت یه رابطه خشم و نفرت بود. شما به شعارها نگاه بکنید، شما اعتراضات رو از اختشاشات منفک بکنید یا اساسا قائل به اختشاش نیستید؟ من قائل به اختشاش نیستم، اعتراض دیگه. و رابطه حکومت هم با ملت یه رابطه جنگی است شما ببینید. و بعد یعنی حکومت باید یک آتش بسی اعلام بکنه، یه مدتی از مردم آزاری دست برداره، از مردم آزاری، از مداخله در زندگی شخصی آدم ها. از بله قسمت های کوتاهی رو دیدیم. آقای سناوری، از این موضوعاتی که به روشنی علیه رژیم نکاتی گفته میشه داریم میشنویم این روزا، ارزیابیتون از این وضعیت چیه؟ ببینید مردم ما بعد از سرگذروندن 45 سال حاکمیت ننگین این رژیم به این نقطه رسیدن و این نقطه بیان بلوغ آگاهی اوناست. چرا که از روز اول که خمینی با خیانت به امید و اعتماد میلیون ها مردمی که در مقابلش فرش خون گسترده بودن، وقتی نظامی بر اساس ولایت فقیه رو بنا کرد و شرط مقدم همه نماینده‌های مجلسش رو برای تمام جناح‌ها پذیرش و اعتقاد قلبی و عملی به ولایت مطلقه فقیه گذاشت، این از بنیاد پایمال کردن حق انتخاب عمومی و حاکمیت ملی بود. بنابراین چیزی به عنوان انتخابات به معنی واقعی از روز اول تو این رژیم وجود نداشته. نماینده‌هاش هم باید با شراکت در تمام جنایت‌های رژیم سرسپردگی خودشون رو به ولی فقیه اثبات می‌کردن. برای همینم محصولش خب جز دزدی و چپاول و شکنجه و اعدام و خونریزی و جنگ‌افروزی و اتلاف سرمایه های انسانی و طبیعی کشور نبوده. خب مردم اینا رو نه تنها میفهمند، بلکه خب با گوشت و پوستشون، اونم نه تنها سالها بلکه روزانه دارن حس میکنن. برای همین هم هست که الان خب شعارشون شده ما دیگه رأی نمیدیم از بس دروغ شنیدیم. تمام این جنگ و کشتارها و تمامی این فتنه و فسادهایی هم که خامنه‌ای و رژیم راه انداخته یا راه میندازه، خودش برای خلاصی از رأی و انتخاب آزادانه مردم بوده و هست و مردم هم به ضرورت سرنگونی تمامیت این استبداد زیر پرده دین پی بردن و خب بی‌تردید با همت اونا و پیشتازانشون تو کانونای قهرمان شورشی این سرنگونی محقق خواهد شد. بی‌دلیل هم نیست که الان شما در تلویزیون حکومتی می‌بینین که اعتراف می‌کنن که خب رابطه مردم با این رژیم جنگی شده و انتخابات تو این نظام اصلا معنا نداره و خلاصه زمان انقلابه. بله بسیار سپاسگزارم از شما آقای عباس سناوری که همراه ما بودین در استودیو و پرداختیم به وضعیت باندهای رژیم در نمایش انتخابات. خیلی ممنون. منم تشکر میکنم از فرصتی که بهم دادید. خواهش میکنم.